سلام دوستان نهایت عزیز امیدوار که جور و سیحتمند باشید در این کلیپ قصد داریم با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ این لوگو رو با هم دیگر کنیم ویدیو رو تا آخر ببینید باشید و همچنین چینل ما رو لایک و سابسکرایب کنید من نرم افزار فوتوشاپ رو باز کردم و در قدم نخست ما نیازم که فایل جدید ایجاد کنیم که مروی روی نیو فایل کلیک میکنم تا پنیر بر ما باز شد و از این قسمت ما سایز فایل خود در 200 در 200 ست, ست پیکسل ارتفاع و عرض و رودولیشن هم روی سی پیکسل روی کریت کلیک, کلیک میکنم فایل بر ما ایجاد شد و ما میخوایم که یک اکس در باگراون از فایل خود قرار دهیم ما یک عکس باز میکنم در فوتوشاپ کلیک راست کردم میرش داون تا که در بگران قرار بگیرم با استفاده از ابزار تکس از این قسمت ما ایسا تایب میکنم و رنگ از اس ای رنگ قرمز و یا سرخ باشه و همچنین سایز هم رو یک ست باشه و دوباره زمین ما یک دوبلیکه کپی میگیریم و نویت فون زیر ما میخوایم که تغییر بریم به یک ما روی زی فون دیگه دیل خود انتخاب کردم این رو انتخاب میکنم و جای ایس باید تی باشه و همچنین رنگ تی را تغییر میتیم به رنگ سفید وایر میریم در مرکز همچنین اسم در مرکز قرار میدهیم و اس کم کوچکتر میکنیم در این قسمت کی قراردار ما که قرار دارم کنم که درست است و دوباره ما اس یک دوبلیکیت میکنیم شما روی زمین اس کلیک کرده با استفاده از کنترل جی یک کپی میگیرین که ما بالاتر از حرف چی قرار میتوم و دو امی حرف اس کسته ما برازی یک لایر ماسک جدید ایجاد میکنم زمان لایر ماسک ایجاد شد ما روی حرف چی کلیک کرده و این کنترل رو میگیریم و کلیک میکنیم تا سترکشن ایجاد شده و این را بزرگتر بگیم تا شما بهتر ببینید بعد از اون ما از ابزار برش استفاده ابزار برش انتخاب کردم و حرف ایس که رویش ما نویر ماسک ایجاد کردیم این انتخاب میکنم از این قسمت قسمت هایش که ما میخواییم پاک کنیم با استفاده از کنترل جی ما میتونیم که سلیکشن این خارج کنیم که سلیکشن ما دیگه نیاز نداریم در قدم بعدی که ما نیاز داریم یک دایره نیاز داریم که ما از قسمت از بخش ابزار شیب های کسته ما دایره را انتخاب کردم و شیفت میگیرم یک دایره را دا قسمت ترسیم میکنم بگراون نداشته باشه استراگش مثلا رنگ سفید باشه و همچنین میخوایم که روی 45 پیکسل باشه 45 پیکسل فکرم که زیاد است و 45 را میگیرم 35 فکرم پیگر که 35 درست و همچنین در مرکز قرار بگیرم خوبی کار که انجام دادیم ما یک کمی زوم میگم تا بهتر معلوم شود برای شما و در قدم بعدی ما از ابزار پین تولز استفاده میگیریم که از این قسمت شما مطمئن باشیم که شیب خوب باشه و همچنین خط کش ای این قسمت رو قرار میدیم و همچنین در پوینتر خب ابزار پینتول زنده انتخاب میکنیم و در قسمت قرار است که ما یک شیپ دیزاین کنیم شیپ ما دیزاین شد و بگراون ما شما بگراون را زیر رنگ سفید قرار میده خب این کار ما انجام شد و ما میخوایم که این قسمت های دایره باید حذف شود روی از این دایره شما کلیک راست کرده و از قسمت ریسایز لایر رو انتخاب میکنید و در قدم بعدی ما میخوایم که از ابزار سیلکشن که بسیار راحت است می میخوایم استفاده کنیم شما از هر نوع ابزاری که استفاده کنیم راحت بدین از ابزار سیلکشن استفاده کنید ما قسمت انتخاب کردم و میخوایم که دلیت بزنم دلیت فشار میتونیم تا قسمت دلیت و در قدم بعدی ما میخوایم که کاملا این لوگوی که دیزاین کردیم و کامل انتخاب بکنیم یه گروپ بکنیم با استفاده از کنترل جی که گروپ شد و کافی است که ما فعلا نیاز داریم که برای از یک بک‌گراند بیاریم که صورت کلیپین ماسک باشه من ما یک رو در فتوشاپ باز میکنم و همچنین روی زمین کلیک راست کرده و کریت کلیپین ماسک انتخاب میکنم و از این قسمت و از این بلین مود از روی ملتیپل قرار میدهم و در قدم بعدی ما نیاز داریم که دوباره هم میره انتخاب کرده و گروپ کنیم با استفاده از کنترل جی گروپ شد و دوباره ما میخوایم که یک دوبلیکیت بگیریم که با استفاده از کنترل جی گروپ یک گروپ رو ما کپی گرفتیم و روی زمین گروپی که کافی کرسیم کلیک راست کرده و میش گروپ رو میزنیم و در قدم بعدی ما نیاز داریم که یک شادو برای زیمان کنیم روی یه دراب شادو کلیک میکنم و که ما دستینس روی یازده قرار دادم و اسپید روی ده و سایزم روی 8 و وضعیتش شم و بیرن موتشم روی نرمال بود روی اوکی کلیک میکنم خوب دوستان نهایت عزیز ای بود دیزاین نی لوگوی استی امیدوارم که این آموزش بر شما مفید واقع شده باشد حتما در آخر یادتان نرود که چینل ما لایک و سابسکرایب کنید